بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه بفرمایید. مردم ایران امشب و فردا در سالگرد ارتحال احیاگر قرن امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یاد و نام و آرمان او را گرامی می‌دارند. ملت ایران همچنین بار دیگر با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی پیمان تازه می‌کنند. ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی اعلام کرده مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه ساعت 8 صبح در مرقد مطهر آغاز می شود. در این مراسم رهبر انقلاب اسلامی برای مردم سخنرانی خواهند کرد و از سیره امام خواهند گفت. امشب هم مراسم بزرگداشت امام خمینی در مرقد مطهر با سخنرانی آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری برگزار می شود. همچنین فردا در سراسر کشور برنامه‌های گوناگونی برای بزرگداشت و تبیین اندیشه‌های خمینی کبیر با حضور اندیشمندان و فرهیختگان داخلی و خارجی برگزار می‌شود. تمهیدات حمل و نقلی ویژه مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از ساعت 22 امشب در اطراف حرم امام خمینی آغاز می شود. رئیس پلیس راهور تهران گفت 14 توقفگاه برای اتوبوس زائران استانهای دیگر در اطراف حرم در نظر گرفته شده است. پلیس راهور برای سهولت در رفت آمد به مراسم ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی از ساعت 22 امشب محدودیت و ممنوعیت تردد در اطراف حرم مطهر در نظر گرفته است. آزادراه قم به تهران روی پل حسن آباد تردد کلی وسایل نقلیه به سمت شمال ممنوع خواهد بود بجز کاروان استانهایی که میتونن تردد داشته باشن. مابقی وسایل نقلیه الزاماً واسه از جاده قدیم قم به سمت تهران تعیین مسیر کنند. همچنین از ساعت 22 یک شنبه 13 خرداد ماه تردد خودروهای سنگین و باری در اطراف حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه تا پایان مراسم در روز 14 خرداد ماه ممنوع است. آزادگان به غرب و به شرق محدود تردد خودروی سنگین رو نخواهیم داشت و میتونن استفاده کنن به عنوان مسیر جایگزین. 14 توقفگاه هم برای وسایل نقلیه و اتوبوس‌های زائران پیش بینی شده است. این پارکینگ‌هایی که معروف به پارکینگ 14 گانه هست به گونه‌ای طراحی شده که اتوبوس معروف به کاروان‌ها از استان‌های شرق، غرب، شمال و جنوب بتونن در مسیر تعیین شده بدون تداخل بیان وارد پارکینگ‌هاشون بشن و بدون تداخلم از پارکینگ هاشون خارج بشن. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم برای انتقال زائران به حرم مطهر از ساعت 5 صبح روز دوشنبه از 17 مبدأ و میدان اصلی اتوبوس‌های ویژه در نظر گرفته است. ما در حوزه اتوبوسرانیمون تمامی ناوگان فعالمون که بیش از 2100 دستگاه خواهند بود در روز 14 خرداد تا پایان مراسم رفت و برگشت مردم رو در واقع سرویس دهی خواهیم کرد. ما تمهید دیگه‌ای رو هم داشتیم در حوزه تاکسی رانیمون 215 دستگاه ون رو پیش بینی کردیم. شرکت بهره برداری مترو تهران هم از بامداد 14 خرداد از مترو شهرداری تا حرم مطهر به صورت شبانه روزی خدمت رسانی خواهند کرد. تا ساعت 22 شب این خدمات به صورت پیوسته و در صورت نیاز با اختصاص قطارهای فوق‌العاده ادامه خواهد داشت. به استزار مردم عزیز میرسونیم که تمامی سفرهای روز 14 خرداد به مقصد حرم امام رحمت الله علیه و بالعکس به صورت رایگان برنامه ریزی شده است. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان 14 انتخابات ریاست جمهوری 20 نفر ثبت نام کردند. به گفته سخنگوی ستاد انتخابات در مجموع 37 نفر تاکنون داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شدند. فردا آخرین روز ثبت نام است. روز پرتردد ستاد انتخابات کشور. ساختمان وزارت کشور در چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 14 شاهد حضور پررنگ چهره‌های شناخته شده و برخی مسئولان فعلی و پیشین بود. مردم رئیس جمهوری می‌خواهند که امتداد دولت
آیت الله شهید باشد. من دولت خود را دولت خدمت و مجاهدت برای حل مشکلات مردم و کشور می نامم. بتوانم خدمت شایسته را به مردم عزیز و فداکار این آب و خاک ارائه کنم. حاکمیت قانون در صورت صحت و جامعیت آن بهترین عامل تضمین کننده عدالت اجتماعی و مایه وصول و دسترسی همگان به حق خیش است. مهمترین انگیزه، هدف و برنامه کاری بنده تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم از طریق سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور. رئیس جمهور و کابینه وظیفه‌شون این است که برنامه‌ها و سیاست‌های کلان رو تبدیل به برنامه‌های عملیاتی کنن. بایستی ما وزارتخونه‌هامون بر اساس مدیریت‌های حرفه‌ای اداره بشه. دولتی تشکیل خواهم داد فراجناهی و مستقل با استفاده از پتانسیل مردان و زنان این سرزمین. شعار محوری من توسعه پایدار و متوازن بر محور علم، تولید ملی و عدالت است. از 0 تا 100 مشکلات مردم رو هم تجربه کردیم و هم براش مصداق داریم. دولت ما میشه دولت همه، فراتر از جناح‌ها و احزاب. دولت همه، دولت شایسته ها. با برنامه‌ای که دارم هم قابل اجراست و هم عملیاتی است، کشور را بیش از گذشته ارتقا بدیم. ما میتونیم برای جوانهای ما یک زندگی و رفاه مناسب ایجاد کنیم و باعث بشیم که اونها در کشور ماندگار بشن. اولویت اول کشور حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمه. برای تحقق این مهم نیازمند چند گام مهم و اساسی است. به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و اقتصاد مقاومتی که برشی از اقتصاد اسلامی است روی آورد. باید از کسانی که به خاطر رابطه منصوب شدند و در یه جایگاه غلطی قرار گرفتن پاکسازی بشه. اولویت من مبارزه با مفاسد اقتصادی در میان کسانی است که در درون حکومت لانه کردند. وعده می دهم که با تعامل با سایر قوا مردم را از کلافگی محدودیت های اینترنتی نجات دهم. برنامه های خوبی هم برای اداره کشور دارم. دولت من انشالله توفیق بشه دولت قانون هست. مردم نیاز به چهره های جوان، فعال و پویا برای ادامه خدمت دارند. معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور و قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان هم امروز با حضور در ستاد انتخابات از فرایند ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری بازدید کردند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما. سرپرست ریاست جمهوری در جلسه هیئت دولت ضمن تسلیت فرارسیدن سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، تداوم جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با حمایت همه‌جانبه آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی در غزه را محکوم کرد. آقای مخبر همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، راهبرد نظام و دولت را زمینه‌سازی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در این رویداد ملی دانست و گفت یکی از محورهای اصلی جلسات سران قوا هم برنامه ریزی برای تمهید مقدمات و زمینه‌های تقویت و ارتقاء مشارکت عمومی در انتخابات است. مراسم 35مین سال روز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی با حضور مردم قدرشناس فردا در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود. اسلام شناسی، مردم شناسی و دشمن شناسی عمیق سه ویژگی اندیشه دینی و سیره سیاسی امام رحمت الله علیه بود، اما آنچه در این میان به چشم می آمد اتکای عمیق ایشان به خداوند متعال و ایمان به پیروزی ملت ایران و نظام اسلامی بود. این بخشی از تدارک نیروی هوایی ارتش بود برای دیدار سالانشان با امام. اوایل بهمن 67، دهمین سالگشت روزهای پیروزی،
در نیمه دوم سال 67 دیدارهای عمومی و مناسبتی در حسینیه جماران کم و بیش برپا بود، اما امام کمتر صحبت می‌کردند. کمتر از دو یا سه بار پیش آمد. از آن دو یا سه بار، یک بارش اینجا بود. ما اکنون وارد دهمین سال عمر این انقلاب بی‌نظیر و تحول ساز شدیم. آن روز دوازدهم بهمن سال 67 در طول این 10 سال و تصویر این جمع، این چهره ها به عنوان آخرین نفراتی که در حسینیه جماران پای صحبت های امام نشستند ثبت شد و روشنگر و بی‌نظیر شما، جز مردم که امام آنها را ولی نعمت می‌خواند و جز مسئولان که امام خدمتگزار مردم می‌دانستشان، دیگرانی هم در جمع بودند. سفرای کشورهای خارجی که به رسم معمول این بار برای شرکت در دهمین سالگشت روزهای پیروزی آمده بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. امام آن آخرین سخنرانی عمومیشان را در چنین جمع و چنین مناسبتی اینطور شروع کردند. اون چی که من میخوام عرض کنم بعد از اینکه تبریک این دهه را به همه مسلمان ها، به همه مظلومان تقدیم میکنم، این است که نباید در ذهن کسی بیاد که انقلاب مربوط به شخصی است. این شروع صحبت‌های امام بود، اما مقدمه صحبت‌هایشان نبود. من باید عرض کنم که از باب اینکه یه فردی از افراد جامعه هستم، به همون مقدار اگر دخالت داشتم دارم. اون چه هست از خدای تبارک و تعالی. آن روز صحبت‌های امام طولی نکشید، کمی کمتر از 15 دقیقه، و همه آن دقیقه ها جان کلام همان جمله اول بود. اوست که همه کارها و زمام همه امور در دست اوست و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم. امام آن روز کلمه ها را طوری کنار هم نشاند که چشم این مردم، نگاهشان از ایوان حسینیه، از امام دوخته شود به تکیه‌گاه امام. اگر ببیند انسان که همه کار از اوست، دیگر رنجی در کار نیست. امام آن روز که 94 صبح مانده بود تا صبح دریغای امت، باورهایش را باز برای مردم هجی کرد. و ما باید این معنا را باور کنیم که ما از عنایات حق است که از هیچ به اینجا رسیدیم و از عنایات حق است که ما توانستیم این مملکت را، یعنی ملت توانست، من که چیزی نیستم، و مثال زد و شرح داد تا خوب برای امت جا بیفتد. جا بیفتد رفتن و آمدن، ماندن و نماندن آدم ها چیزی نیست وقتی کار دست خداست. عمده این است که ما بفهمیم که سرچشمه همه امور حق تعالی است و ما خودمون را یک وقت بازی ندیم که ما در یک کاری انجام کار را ما دادیم و منم، اون منم که دارم این کار را میکنم، اگر این پار بر پیش آمد، شکست دنبالش است. و سلام علیکم و رحمت الله. روح منی خمینی، باد شکنی خمینی. روح منی خمینی، باد شکنی خمینی. روح منی خمینی. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور گفت رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها معیارهای قانونی است. وقتی یه فاصله بین دوره‌ها میفته ممکنه اطلاعات جدیدی باشه، هیچ قضاوتی نمیشه کرد. در هر دوره بایستی که اون کسی که داوطلب هست وضعیتش بررسی بشه و نمیشه گفتش که در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد. با توجه به شرایط اطلاعات باید مسائل بررسی بشه. بیش از 15 میلیون و 600 هزار کاربر فضای مجازی
بخشی از نامه رهبر انقلاب اسلامی به دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین را که در فضای مجازی منتشر شده دیدند. حضرت آیت الله خامنه ای در نامه خطاب به دانشجویان نوشتند: شما اکنون در طرف درست تاریخ ایستاده اید. زنی که در تصویر میبینید دانشجوست و در آمریکا زندگی میکند. شاید یکی از میلیونها کاربری باشد که این پست مربوط به بخشی از نامه رهبر انقلاب خطاب به دانشجویان حامی فلسطین آمریکا را دیده باشد. همان که نوشته شما سمت درست تاریخی ایستاده اید. در پویش قرائت نامه رهبر انقلاب اسلامی در فضای مجازی شرکت کرده. سایر کاربران درباره‌اش نوشتند: ارائه تفکر جدید در راه ارتقای بشری به سوی رسیدن به کمال انسانی مورد پذیرش و مقبولیت کسانی است که برای رسیدن به آن سعی و کوشش می‌کنند. نظر این کاربر فارسی زبان شبیه همان نظرهای کاربران انگلیسی زبان است که می‌نویسند: این همان چیزی است که باعث شده تا او، یعنی آقای خامنه ای را، رهبری واقعی بنامند. دقیقاً همینطوره. اعتراضات جواب میده. باید قوی و امیدوار ادامه دهیم. برای آینده روشن، آزاد و عاری از ظلم مؤثر باشید. نامه‌ای که در صفحات مجازی سیاستمداران آمریکایی هم بازنشر داده شد. مثلا سناتور فیشر خطاب به دانشجویانی که به نامه رهبر انقلاب افتخار می‌کنند نوشته: کمی تاریخ بخوانید. که کاربران در پاسخش نوشتند: سال 1944 این امریکا بود که صهیونیست‌ها رو به همان چیزی که الان هستند نامید. یک شبکه زیرزمینی شبه نظامی دولت صهیونیست را تشکیل داد. جان انسان‌ها ارزشمنده. سیاستمداران باید این رو به خاطر بسپرن. بخشی از نامه رهبر انقلاب به دانشجویان حامی فلسطین تا کنون بیش از 15 میلیون بار دیده شده. بیش از 300 برابر سایر پست‌ها. این یعنی این پست تنها در آمریکا دیده نشده. در فرانسه هم جوانانی هستند که خود را برای انسانیت به خطر انداختند و ما از آنها حمایت خواهیم کرد. نامه‌ای که بندوند آن مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفت. مثلا اینجا که موجی اسکای نیوز در خصوص بند آخر این نامه که در مورد آشنایی با قرآن است میگوید: تصور کنید 10 سال پیش به کسی میگفتید به زودی روزی فرا میرسد که رهبر ایران به این فکر میکند که یک سری دانشجوی ملحد در دانشگاه‌های غربی را به اسلام دعوت کند. همین 10 سال پیش مردم فکر میکردند شما دیوانه هستید، اما متاسفانه این چیزی است که ما امروز با آن زندگی میکنیم. علیرضا مرادی، خبرگزاری صدا و سیما. با ادامه اعتراضات دانشجویی آمریکا به نسل‌کشی در غزه، شماری از دانشجویان چادرهای تحصن خود را در محوطه دانشگاه کلمبیا دوباره برپا کردند. دانشجویان معترض توقف کمک مالی دانشگاه کلمبیا به رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. مأموران حفاظت دانشگاه کلمبیا با حمله به دانشجویان معترض چادرهای تحصن کنندگان را تخریب کردند. در دانشگاه شیکاگو مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان به عرصه اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل شد. دانشجویان معترض در مراسم چفیه فلسطینی داشتند و در محوطه دانشگاه هم پرچم فلسطین را حمل می کردند. ماموران پلیس شماری از دانشجویان حامی فلسطین را بازداشت کردند. مسئولان دانشگاه هم از اعطای مدرک به 4 دانشجوی معترض خودداری کردند. از حمایت مردم غزه پشیمان نیستم. اگر لازم باشد بارها و بارها این کار را انجام خواهم داد. حتی اگر یک بار دیگر هم بگویند به من مدرک نمی دهند، باز هم این کار را انجام خواهم داد. اگر نتوانم از فلسطینی ها حمایت کنم، این 4 سال تحصیل برای من هیچ ارزشی ندارد. در نیویورک هم صدها معترض حامی فلسطین مقابل موزه برکلین تجمع کردند. معترضان پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: فلسطین را آزاد کنید. پلیس آمریکا با حمله به این معترضان 22 نفر را بازداشت کرد. در هالیوود آمریکا نیز فعالان حامی فلسطین با برپایی تظاهرات، جانبداری رسانه‌های آمریکایی از رژیم صهیونیستی در پوشش اخبار غزه را محکوم کردند. امروز حامیان فلسطین در دلاور رئیس جمهور آمریکا را خطاب قرار دادند و شعار شرم بر تو باد سر دادند.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 240 روز جنگ 78 هزار تن مواد منفجره بر سر مردم این منطقه ریخته است. چند روز پس از عقب نشینی نظامیان صهیونیست از اردوگاه جبالیا، منابع فلسطینی از بیرون کشیدن پیکر 120 شهید از زیر آوار خبر دادند. شبکه العالم هم از نبش قبر شهدا و به آتش کشیدن بیمارستان اندونزی به دست صهیونیست‌ها خبر داد. در پی تخریب بیش از 50 هزار واحد مسکونی و شبکه فاضلاب و راه‌ها در شمال نوار غزه، اردوگاه جبالیا و بیت هانون منطقه مصیبت زده اعلام شد. صهیونیست‌ها امروز با حمله به اردوگاه نصیرات، اردوگاه بریج و رفح شماری را شهید و زخمی کردند. اعلام کرد میزان سقط جنین میان زنان باردار نوار غزه به علت آسیب‌های روانی، جابجایی‌های مکرر و سوء تغذیه 5 تا 10 برابر شده. روزنامه انگلیسی گاردین هم نوشت عملیات رژیم صهیونیستی در رفح و توقف توزیع مکمل‌های غذایی جان بیش از 3000 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را به خطر انداخته است. از آغاز حمله به غزه تا کنون 36439 تن شهید و 82627 نفر زخمی شدند. بیش از 15400 نفر از شهیدان کودک بودند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اذعان به اصابت موشک‌های حزب الله به پایگاه‌های این رژیم در جولان اشغالی سوریه از حریق گسترده در این مناطق خبر دادند. با همکارم مستقر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی گفتگو می‌کنم. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما. حزب الله امروز چند عملیات انجام داده و در کدام عملیات مواضع صهیونیست‌ها را در جولان اشغالی سوریه هدف قرار داده؟ آقای ظهوریان، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. تقریباً چیزی حدود 30 دقیقه قبل بود که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از گلوله‌های 155 میلیمتری خودش منطقه‌ای در بین خیام و کفرکلا دقیقاً در پشت سر بنده در فاصله حدود 2000 متری رو هدف قرار داد. در این حمله نظامیان صهیونیست به تپه حمامس که در بین خیام و کفرکلا وجود هستش این منطقه، چیزی حدود 2.5 هکتار تومه حریق شد. حزب الله در پاسخ به این حمله و سایر حملات نظامیان صهیونیست امروز 10 تا عملیات انجام داده. پادگان یردن که سامانه راداری پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین در جولان اشغالی سوریه در اونجا مستقر هست رو با پهپادهای انتحاری خودش هدف قرار داد. همچنین مقر فرماندهی لشکر 210 ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی در پادگان نفع رو با موشک‌های گراد کاتیوشا هدف قرار داد، باعث شد که هم خود اون پادگان نفع و هم اطرافش حریق گسترده‌ای ایجاد بشه. همچنین حزب الله لبنان در پاسخ به حملات جنگنده‌های نظامیان صهیونیست به بنت جبیل و همچنین به منطقه هولا که در هولا باعث شهادت 2 شهروند لبنانی شد، با موشک‌های گراد کاتیوشا شهرک نظامی کریات شمونه و همچنین شهرک متولا رو با موشک‌های هدایت شونده خودش هدف قرار داد. حزب الله لبنان 2 تجمع نظامیان صهیونیست رو هم در پایگاه حدب یاریم و همچنین در پایگاه العباد نظامیان صهیونیست هدف قرار داد. شما همچنان میتونید شعله‌های آتش ناشی از اصابت گلوله‌های توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه تپه حمامس رو ببینید که ما هم اکنون در فاصله حدود 2000 متری از محل این حمله نظامیان صهیونیست هستیم. همچنین حزب الله لبنان پایگاه مرج نظامیان صهیونیست رو به وسیله خمپاره‌اندازهای خودش هدف قرار داد. پایگاه‌های سماقه، رمسا و همچنین زبدین در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا هم دیگر اهداف عملیات تهاجمی امروز حزب الله بودند. بله، خیلی متشکرم آقای عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما مستقر در مرز لبنان و فلسطین اشغالی. مقاومت اسلامی حماس تاکید کرده هر گونه توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی به عقب نشینی کامل نظامیان این رژیم از نوار غزه بستگی دارد. همزمان پیش شرط نتانیاهو بر آزادی اسرای صهیونیست پیش از هر گونه توافق آتش بس مذاکرات را با ابهام روبرو کرده و موجب خشم صهیونیست‌ها شده است.
این صدای اعتراض صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی است. یک پیام در فضای مجازی آنها را دوباره عصبانی کرده، به خیابان‌های تل آویو کشانده و این گونه صهیونیست‌ها را به جان هم انداخته. اسرائیل همچنان بر برآورده شدن کامل انتظارات خود قبل از هر گونه آتش‌بس دائمی تأکید دارد. اینکه اسرائیل بدون تحقق آن شروط با یک آتش‌بس دائمی موافقت می‌کند غیر ممکن است. این پاسخ نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پیشنهاد سه مرحله‌ای بایدن برای برقراری آتش‌بس است. این پیشنهاد در مرحله اول شامل آتش‌بس کامل، خروج نیروهای اسرائیلی از نواحی پرجمعیت در غزه، آزادی برخی از گروگان‌ها و تحویل اجساد برخی اسرا، بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به منازلشان در غزه و افزایش کمک‌های انسانی را شامل می‌شود. در مرحله دوم پایان دائم خصومت‌ها، تعامل برای آزادی اسرای باقی مانده و خروج نیروهای اسرائیل از غزه را شامل می شود و مرحله سوم طرح بازسازی کامل غزه و اجساد اسرا به خانواده هایشان تحویل داده می شود. ما باید اسرا را به خانه بازگردانیم. نتانیاهو باید برکنار و جنگ باید متوقف شود. نتانیاهو ما را به جهنم می برد. شروط نتانیاهو مثل آزادی همه اسرای صهیونیست قبل از برقراری آتش بس، همانهایی که 8 ماه بر آن تاکید کرده و همچنان هم بر آن اصرار دارد، هرگز محقق نمی شود، چون حماس اینطور نمی خواهد. باقی ماندن نظامیان اشغالگر در غزه پذیرفتنی نیست. عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی، امداد رسانی فوری به مردم و بازسازی نوار غزه از شرطهای حماس برای امضای توافق آتش بس است. حالا اگرچه رئیس جمهور آمریکا یک توافق تازه برای آتش بس را نهایی کرده، اما باز هم هو می شود، مثل اینجا در ایالت دلاور که از سوی حامیان فلسطین با شعار شرمت باد مورد استقبال قرار می گیرد. شاید به این دلیل که همین چند هفته پیش مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب بودجه بیش از 26 میلیارد دلاری ماشین کشتار صهیونیست‌ها در غزه را تجهیز کرده. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما. دو مقام دیگر آمریکا در اعتراض به سیاست‌های دولت بایدن در قبال جنگ غزه استعفا کردند. الکساندر اسمیت و استیسی گیلبرت دلیل استعفای خود را دروغگویی دولت بایدن درباره جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کردند. شواهد اثبات می‌کند که اسرائیل عمدن از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه جلوگیری می‌کند. انکار این شواهد آزاردهنده و شرم‌آور است. این متن نامه‌ای است که استیسی گیلبرت پیش از استعفا از مقام خود منتشر کرد. او از مقامات وزارت خارجه آمریکا بود. همزمان با او الکساندر اسمیت، عضو آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا هم پس از تهیه گزارشی درباره کشتار مادران و کودکان فلسطینی در غزه استعفا کرد. دولت آمریکا درباره جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه برای بیش از 2 میلیون فلسطینی محاصره شده در غزه حقیقت را نمی‌گوید. حدود 1 ماه است که دانشگاه‌های آمریکا صحنه اعتراض به نسل‌کشی در غزه است. معترضانی که هر بار با اقدام سرکوب پلیس آمریکا مواجه می‌شوند. بخشی از شرکت کنندگان در اعتراضات دانشگاهی در حمایت از فلسطین دانشجویان یهودی آمریکا هستند. نتایج نظرسنجی اخیر مرکز امور عمومی قدس نشان می‌دهد 51% یهودیان آمریکا مخالف ارسال محموله‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی هستند. و 1/3 یهودی ها هم معتقدند رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل کشی شده. آنچه در غزه اتفاق می افتد نسل کشی نیست. ما این موضوع را رد می کنیم. اسرائیل همیشه این حق را داشت که از خود در برابر تهدیدات دفاع کند. آمریکا همیشه تضمین خواهد کرد که اسرائیل آنچه را که برای دفاع از خود نیاز دارد در اختیار داشته باشد. ادعایی که خشم مردم ایالت دلاور آمریکا را در پی داشت. با شعار شرم بر تو باد. همزمان با اعتراضات مردمی تا کنون 17 مقام آمریکایی خواستار توقف همکاری با رژیم صهیونیستی و ارسال سلاح برای این رژیم شدند. بعد هم در اعتراض به ادامه این همکاری استعفا کردند. واشنگتن پست اعلام کرده مقاماتی که غیر رسمی و بدون اعلان عمومی کنارگیری کردند شمارشان 10 نفر است. سانوزا کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر چین در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. وزارت امور خارجه اعلام کرد مراتب اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران درباره تکرار حمایت دولت چین از ادعاهای بی اساس مندرج در بیانیه پایانی نشست مشترک جمهوری خلق چین و امارات متحده عربی به سفیر چین در تهران ابلاغ شد. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در دیدار سفیر چین با یادآوری روابط ویژه و ممتاز ایران و چین بر تعلق ابدی جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. دستیار وزیر امور خارجه به سفیر چین تصریح کرد انتظار این است که با توجه به همکاری‌های راهبردی ایران و چین، دولت چین مواضع خود را اصلاح کند. بیمارستان 64 تخت خوابی نوید بندر امام خمینی با حضور وزیر بهداشت به صورت رسمی افتتاح شد. این بیمارستان که از بهمن ماه به صورت آزمایشی پذیرش بیمار داشت، در 3 طبقه ساخته شده است. مرکز غربالگری سرطان شهرستان ایزه و بخش‌های جراحی و اورژانس زنان بیمارستان علامه کرمی اهواز هم در سفر وزیر بهداشت به خوزستان آغاز به کار کرد. آزمایشگاه از قابلیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستش. بخش رادیولوژیمون هستش که فعال هستش. اتاق عمل فعال هستش و اعمال جراحی متعددی اینجا انجام خواهد شد. اون بیونسر قدیمی دیگه تعطیل شده. این جایونه. این بهترین خدمتی است که به این مردم تخصصهای دیگه رو هم الان جراحی عمومی ارتوپدی به تدریج در حال اضافه شده است. تمام پروژه این تمام افتتاح میشه یا باز میمونه؟ تا پایان دولت فقط پروژه‌ای که تمام شده. چند تا از پروژه‌ای که 90,000 تخت تا پایان دولت ما افتتاح میکنیم. خوب، خیلی خوبه. خدا را شکر، خیلی راضیم ازش. میرفتیم ماشه. عذیت می‌شدیم، خیلی عذیت می‌شدیم. بیمارستان بد نیست، خوبه، اما امکانات نداره. الان تجهیزات نیست. پس این چیزی که دیدیم چی بود؟ اون تجهیزات اولیه است. تجهیزاتی که الان مورد وسوقه برای مردم، دستگاه مثلا سی تی اسکن باید باشه نباشه. سونوگرافی نداره. این دستگاه سونوگرافی مونه. مشکل نداشتن پزشک متخصص رادیولوژی برای گرفتن سونو، وگرنه دستگاهش اینجا موجوده. چون تازه افتتاح شده چند بوده نیرو موازی. مهر ما پزشک متخصص ثابت بهشون میدیم. دستگاه سی تی اسکن بودجش توسط خیر تقبل شده. 27 طرح با اعتبار 12,000 میلیارد تومان در حوزه دریا و بندر به بهره برداری رسید. در این مراسم که به صورت تصویری در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، همچنین عملیات اجرایی 23 طرح دیگر در سواحل شمالی و جنوبی کشور آغاز شد. انتقال ماشینی کالاهای اساسی به سیلو، بهره برداری از 4 شناور تولید داخل، عملیاتی شدن بندر چمخاله در شمال و بوموسا در جنوب و توسعه پسکرانه بندر شهید رجایی از مهمترین طرحهایی بود که امروز به بهره برداری رسید. 26 پروژه داریم که ارزش دفتری 6000 میلیارد تومان است که ارزش روزش بالای 15000 میلیارد تومان امروز ارزش داره و همچنین امروز انشاءالله شاهد این خواهیم بود که عملیات اجرایی 23 پروژه بزرگ در حوزه استانهای ساحلی در حوزه دریا و بندر آغاز بشه که ارزش این پروژه ها 57 همت یا 57,000 میلیارد تومان هست که قطعا تحول عظیم در بخش دریایی کشور ایجاد خواهد شد. سخنگوی دولت میگوید نجات سیاست خارجی از بحران تک قطبی و نگاه کردن به موضوعات چند جانبه بین المللی از مهمترین اقدامات آقای رئیسی بود. آقای رئیسی در حوزه‌های قانونی طرح‌ها و قوانین متعددی بود. سخنگوی دولت در آستانه 35مین سالگرد ارتحال حضرت امام در جمع بیش از 1000 نفر از بسیجیان دانشجو از سراسر کشور از ویژگی‌های رئیس جمهور خدمت و ادامه راه آن رئیس جمهور شهید گفت. اولین و پایه‌ای‌ترین ویژگی شخصی آیت الله رئیسی باور عمیق ایشون به خدا بود. آقای رئیسی شهید خدمت زندگی کردند. علی بهادری جهرومی اداره کشور در دولت رئیسی را ناشی از روحیه بسیجی و ولایت مداری آن شهید خدمتگزار نامید. آقای رئیسی جامع الاطراف بود. رئیس جمهوری جامع الاطرافه که سپاه هم بیاره وسط میدون دولت.
ارتش هم بیاره وسط میدون دولت، بنیاد مستضعفان هم بیاره وسط میدون دولت، ستاد اجرایی هم بیاره وسط میدون دولت، هلال احمر هم بیاره وسط میدون دولت، کمیته امداد هم بیاره وسط میدون دولت، در رأسش مردم رو بیاره وسط میدون اداره دولت. او گفت اگر با وجود برخی اختلافات دوگانگی بود، وعده های دولت 13 محقق نمی شد. اون تعامل پذیری بسیار بالای آقای رئیسی باعث شد شما هیچ دوگانگی بین دولت و سایر نهادهای کشورم نمی دیدی. نتیجه این یکی بودن و تعامل جدی میشه اون انطباق دیپلماسی و میدان که شما نمونه شو در وعده صادق دیدید. جهرومی شهید جمهور را مرد تکمیل کننده طرح‌های نیمه تمام خوان که در سیاست‌های داخلی و خارجی بر سرمایه‌های اجتماعی و امیدآفرینی کشور افزود. آقای رئیسی در حوزه‌های قانونی طرح‌ها و قوانین متعددی بود، رتبه‌بندی معلمان، نظام پرستاری، عرض بکنم که نسخه نویسی الکترونیکی، صدور مجوزهای الکترونیکی، متعدد قوانینی بود که روی زمین مانده بود، آزادسازی سواحل و اجرا نشده بود. آقای رئیسی همه را از روی زمین برداشت و اجرا کرد. سخنگوی دولت 13 در آستانه انتخابات دولت جدید از برخی طرح‌های نیمه تمام نام برد که اتمام آن می‌تواند مقدمه راه دولت جدید در اجرای عدالت باشد. برخورد با فساد در شبکه بانکی و اصلاح ناترازی ها و نظامات شبکه بانکی رو شروع کردند. سال گذشته 3 مؤسسه مالی اعتباری منحل شد. برخورد با مافیای خودرو، در اولین پرونده 5,000 میلیارد تومان یکی از این خودروسازا محکوم شد. این برخورد باید تمام بشود. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما. نذر خدمت به مردم برای ادای احترام به رئیس جمهور شهید. مردم در سراسر کشور متناسب با شغلشان به نیت رئیس جمهور شهید به پویش چله خدمت پیوستند. مردم در استانهای مختلف کشور به نیت رئیس جمهور شهید به پویش چله خدمت پیوستند. از اینجا در کلاس درس ریاضی به نیابت از رئیس جمهور شهیدمون حاضرم تا جایی که میتونم با بالاترین تحقیق بچه‌ها ریاضی یاد بگیرم. تا تعمیرگاه ماشین و موبایل در قالب چله خدمت، سرویس کاری یوسف خدمات رایگان برای همشهریان عزیز می باشد. من سرپرست تعمیرگاه لیفتراگ هستم. به نیت شادی خدمت یه تخفیف ویژه برای مشتریانمون در نظر گرفتیم. توی ایتر کاری خودمون تعمیرات موبایلی تخفیف ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم. در روستای رکن‌آباد سمنان، سمپاشی دامداری ها به منظور سلامت دام روستاییان هم با همین نیت انجام شد. عملیات ضد عفونی و سمزدایی دامداری های سطح روستای رکن‌آباد. سفره نیکوکاری هم با همین نیت پهن شد. ما در سفره نیکوکاری و کرامت مسجد مهدی شهرستان قوچان به چله خدمت پیوستیم و نیابت از سرگور شهید و جهادی عزیزمان و شهدای خدمت هر هفته وزی غذای گرم داریم. برای شرکت در این پویش تصاویر خود را به شماره 1023-39 پیامک کنید. در پویش نظر خدمت شرکت کردیم و مراسم رازخانی در امامزاده سید منصور علیه السلام برگزار می کنیم. شما هم به این پویش بپیوندید. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما. مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی در مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السلام تهران برگزار شد. رئیس جمهور شهید سال 1395 این مؤسسه را برای معرفی بهتر و بیشتر اسلام و شیعه به جهانیان مقابل مسجدی که امام جماعت آن بود راه اندازی کرد. ما و جناب آقای رئیسی در یه منطقه بالاخره با هم دیگه تلاقی داشتیم، اونم در منطقه گیشا یا کوه نسری که الان معروفه. صحبت از 25 سال رفاقت است. خیلی صمیمی بود، یعنی من که حس نمی کردم که ایشون سمت عرض کنم که دولتیش و اون شخصیت به هر حال منصب و سیاسیشو داره. برای من یک دوست طلبه و یک دوست مثلا همراه بود. اینجا مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السلام، جایی که شهید آیت الله رئیسی آن را در سال 1395 تأسیس کرد تا اسلام و شیعه را به جهانیان بیشتر بشناسانند. 10 قبل یک قطعه زمینی بود که در مقابل مسجد بود و مقام معظم رهبری به مسجد هدیه دادن، البته به
اختیارش دست خدای رئیسی بود. بعد ایشون هم با یه تبادل نظری که داشتیم با هم دیگه قرار شد که اینجا بشه مرکز شیعه شناسی. اینجا ما طلبه ها رو از سطح 2 در واقع میپذیریم و سطح 3 شیعه شناسی بهشون میدیم. سرفصل هایی رو داریم که طلاب اینها رو میآموزند و آماده میشن هم در داخل کشور هم در خارج از کشور اینها رو ارائه میدن. شهید رئیسی علاوه بر شناساندن اسلام به جهانیان از گفتگوی بین ادیان هم غافل نبود. توصیه هایی که ایشون داشتن برای من بانم این بود که خب در واتیکان به خاطر حضور جناب پاپ فرانسیس یک نقش حیاتی داره در جهان، به خصوص در عرصه دیالوگ و گفتمان بین الادیانی. جناب آقای رئیس جمهور توصیه اکیدش به بنده این بود که این سطح دیالوگ و گفتگوی بین الادیانی رو ارتقا ببخشم. مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السلام که تاکنون 83 مبلغ را تربیت کرده، در گرامی داشت رئیس جمهور شهید مراسمی را با حضور مبلغان برگزار کرد. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما. متخصصان یک واحد فناور موفق شدند نسل جدید نانوکامپوزیت های پلیمری را طراحی و تولید کنند. این محصول فناورانه که با استفاده از الیاف نانویی تولید شده، خاصیت روانکاری دارد و اصطکاک بین قطعات در خطوط تولید کارخانجات را تا 50% کاهش می‌دهد. وقتی در خطوط صنعتی یا خودرو دو قطعه بر روی یکدیگر می‌غلطند، ایجاد سایش می‌کنند. سایش اصطکاک یه عامل مخرب تو صنعت باعث میشه که عمر قطعات پایین بیاد، انرژی بیشتری هدر بره و بازده و راندمان سیستم ها کاهش پیدا کنه. در صورت خرابی قطعات در اثر سایش باید اونو از سیستم جدا بشن، تعمیر بشن یا کلن باید تعویض بشن. معمولاً با روغنکاری چرخ‌ها و قطعات از این سایش جلوگیری می شود. روغن در واقع مشکلی که داره علاوه بر کثیفیش این هستش که یه سامانه روانکاری می خواد. این روغن باید از یه جای پمپ بشه بیاد بعد تمیز بشه، هم کاری که تو موتور خودرو داره اتفاق میفته. پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با کمک الیاف و مواد نانویی نوعی کامپوزیت یا همان ماده مرکب را ساختند که خاصیت روانکاری دارد. این الیاف ساختار پوست مغزی دارند که در مرکزش ماده روان کننده قرار گرفته و پوسته الیاف هم حالا نتایجی که به دست آوردیم در اثر پدیده سایش به سرعت دچار تخریب میشه و اون ماده روان کننده آزاد میشه و به ناحیه تماس راه پیدا میکنه که باعث کاهش ضریب اصطکاک میشه. با بکارگیری این ماده نانویی در قطعاتی که ایجاد سایش میکنند اصطکاک ایجاد نمیشود. فقط روی سطح جسم نیستن، داخل کل جسم پراکنده شدن و هر جایی از جسم حالا به عمق هم که نفوذ کنی این ذرات وجود داره. حالا اگه ذرات سطح ساییدشن و روغن داخل آنها آزاد شه، باز هم در لایه‌های پایین تر رزین این ذرات حامل روغن وجود دارن. این محصول که تولید آزمایشگاهی شده میتواند اصطکاک بین قطعات را در خطوط صنعتی تا 50% کاهش دهد. اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه صنعتی اصفهان. سلب امتیاز سیم کارت های بلا استفاده خلاف قانون است. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر به سلب امتیاز سیم کارت ها و خطوط تلفن ثابت بلا استفاده می شد خلاف قانون است. آقای مظفری همچنین از اعمال ماده 13 درباره این مصوبه خبر داد و گفت شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی را که از این مصوبه دچار خسارت شدند پرداخت کنند. آنطور که رئیس دیوان عدالت اداری گفته، طبق قانون اگر سیمکارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیمکارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده، باید مشابه همان سیمکارت یا خط تلفن به متقاضی برگردد.